های مجاهد کسی که اولین کسی که نفس خود قربانی میکنه در راه پروردگار آورده میشود. چرا شهید شدی؟ بعد اون میگوید یا الله من برای دین تو شهید شدم. الله متعال این سایسه تایفره از میان همه توائف بشری برای قاتل نمیگوید که اول آنچه که در میگوید اول تو قاتل هستی. برای زانی نمیگوید اولین کسی صاحب کتاب از تو میشود. برای کسانی که فرعونی که دعوای خدایی کرد نمیگوید که تو کسی که دعوای خدایی کردی اول تو میایی. برای نمرود گفته نمیشود، برای ابو جهل گفته نمیشود، برای کی گفته میشود؟ برای عالم، کسی که عالم است بشناس. به خاطر که یک طرفی کتاب پروردگار به دست توست و طرف دیگری تو مردم است، سفیر مردم فیما بین پروردگار هستی. اگر در امانتی از او خیانت کردیم، روز قیامت پروردگار پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید عالم به مصدر پروردگار آورده می شود. یدور و کما یدور الحمار و گرد گردابه خود مانند مرکب دور می زند. دیگران می آیند میگن تو که کسی بود که در دنیا امری معروف می کردی، نهی از منکر می کردی، روده های پاشان است می گردد، الله متعال نجات بوده. بعد دیگران می گویند چی شد است برای تو؟ می گوید امری بالمعروف معروف می کردم، نهی از منکر می کردم، ولی خودم به او دست می زدم. من به قول حافظ چرا و عیزان چون جلوه بر محراب و منبر می کنند، گر به خلوت می روند صد کار دیگر می کنند. مشکلی دارم زی دانشمندی مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. وقتی الله متعال این سه طایفه را آورده می شود، آهای مجاهد کسی که اولین کسی که نفس خود قربانی میکنه در راه پروردگار آورده میشود. چرا شهید شدی؟ بعد او میگوید یا الله من برای دین تو شهید شدم. بعد پروردگار میگه نعمت هایی که برای از او در جنت آماده شده است، ان الله سبحانه و تعالی اعد الله للمجاهدین فی سبیله 100 درجه ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین السماء والارض. الله متعال برای مجاهدین 100 درجه آماده کرده است. هر درجه ما بین آسمان ها و زمین فاصله دارد. این نعمتی توست، میبینی نعمت هایت. بعد میگه بله پروان، احساس میکنم داخلش میشود. الله متعال میفرماید کذبت، تو دروغ گفته ای، تو برای این گفته ای که تو را شجاعت بگویند، تو برای مال دنیا مبارزه کرده ای، تو برای خواسته های درونیت ناکام بوده ای، خواسته های درونی خود ناکام شده ای، فسوخی با انا وجهی فی النار، بچه رشت کش کده می شود بسوی دوزر. آی مجاهدین، فتح پیروزی نصیب ما شده است، امنیت نصیب ماست. فقطع دابر القوم والحمد لله رب العالمین. کسانی که ظلم کردن، استبداد کردن، حق مردم خوردن، حق تلفی کردن، امروز آواره دیاری گمنامانند. مبادا پای تو در این میدان برفزد. اگر لغزید پای دنیای اسلام در همه میادینی دنیا میلغزد، متوجه مأموریت بوده باش. چرا من ببخشم که وقتان کمی بیشتر میگیرم، چرا اگر افتخار در وجدان تو آمد دقیقا بر زمین زده شده ای. سعد ابن ابی وقاص کسی است که خال مامای پیامبر گفته میشود، اولین کسی است که در راه پروردگار اولین تیر به طرف دشمن شلیک کرده است، کسی که مستجاب دعا هست، کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت به جنت داده است. در میدان قادسیه می رود، از پاهایش می لرزد. بعد وقتی که به عنوان سردمدار اسلام انتخاب می شود، می آید اشکایش می ریزد، پاهایش در زمین ثبات ندارد. می گوید یا الله من در مدینه مامای پیامبر گفتند، من اشره یکی از کسان هستم که به جنت بشارت داده شدم. من کسی هستم که اولین سهمی اولین تیر در راه پروردگار زدم. کسی که در تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم فدا کعبی و امی آسد ارمی، پدر و مادر من فدای تشهد فدای مرا پدر مادرش کرد. نشود غرور کاذبانه، شیطان در میدان قادسیه طرف بلغزاند، تبش میگیرد. اون مجاهدی فی سبیل الله بود.
اگر تو مجاهد در میدان بلغزی جهان اسلام میلغزد. ولی به همه قدر کفایت میکنم عالم، اگر افته و تو در میدان دعوت آنچه من گفتم عمل نکردم، آنچه گفتم دروغ گفتم، آنچه گفتم بر ماموریت رسول الله خیانت کردم، منتظر وعید پروردگار باش وقتی که نعمت های تو در وقت الله متعال نشان میده، جایگاه تو را نشان میده، بعد تو را میگه کذبت، تو دروغ گفتی، اخلاص نداشتی، عمل نداشتی، گفته حرفت، تبلیغت، صحبت های همش دروغ بود. ولی امروز به چهرت کشیده میشوی به خاطر گفتی که تو قاری بودی و تو عالم بودی. این خطرناک ماموریت است. آی سرمایه داری که آمدی برای پروردگار الله متعال تنت داد، جسمت داد، اولادت داد، فرزندت داد، اگر کسی به دروازه ای تو آمد، اگر یک زورمندی آمد از زیب و گروه مستمندی به دروازه ای تو آمد، دروازه تا او طرف کبی چهره ای تگردندی، روز قیامت الله متعال از تو محاسبه خواهد کرد. این سه کسانی هستن که در روز قیامت الله متعال از اینا سوال میکنند.